روزه گرفتن یک نوع عبادت کردن الله از طریق امساک و خودداری از غذا و نوشیدن و هم است و از طور فجر صادق شروع می شود و تا غروب آفتاب منتهی می شود و بر مسلمان واجب است که روزه اش را از چیزهایی که آن را باطل می کند پرهیز کند و این مبتلات روزه خوردن و نوشیدن و هر چیز که سبب تغذیه بدن شود مانند سرم یا آمپول های خوراکی و یا تزریق خون و انتقال آن به غیر و بستری و خارج شدن منی به صورت مستقیم و همچنین استمناع کردن و شبیه آن و اما محتلم شدن در هنگام روزه به سبب ابطال روزه نمی شود و حتی خروج مزی هم راجح بر این است که سبب باطل شدن روزه نمی شود و از مبتلات روزه استفراغ کردن عمدی است و اگر نخواست استفراغ کند روزه اش صحیح است به دلیل قول پنبه صلی الله علیه وسلم که میفرماید هرکس حالت استفراغ بر او غلبه کند و روزه باشد غذا بر او واجب نیست اما اگر استفراغ کند باید روز اش را غذا کند و از مبتلات روز حجامت و اهدای خون است و اگر کسی در روز نیاز به اهدای خون داشته باشد می تواند افتار کند و روز دیگری را به جای آن روزه بگیرد و از مبتلات روزه به اجماع می توان گفت که خارج شدن خون نفاس و حیز در هنگام روزه است و حتی اگر یک دقیقه قبل از غروب آفتاب باشد و اگر کسی یکی از مبتلات روزه را از روی جهل و فراموشی از روی اجبار انجام دهد روزه اش صحیح است به غیر از حیز و نفاس که به هر حالت روزه را باطل می کند و روزه حد و فرایزی دارد که لازم است مراعات شوند و الله تعالی در اواخر آیات روزه می فرماید این مرزهای های الهی است پس به آن نزدیک نشوید الله این چنین آیات خود را برای مردم روشن می سازد باشد که پرهیز کار شوند